ظریف به کار بردن. اجازه بدید از این تعبیرم من استفاده کنم. تهران 70 روز دیگر رفته، اما ایران برای همیشه اینجا میماند. این تعبیر زیبا برای همه اونهایی که فکر میکنن دشمنی های با ایران باعث تزلزل ایران خواهد شد هم پندآموز است. ببینید، ما به رغم فشارهای آمریکا، حتی در دورانی که تلخ‌ترین و سنگین‌ترین تحریم‌ها هنوز ادامه داره، سیاست‌های منطقی و همسایگیمون رو همواره مبتنی بر ایجاد صلح و فعال کردن دادستت‌های اقتصادی به نفع مردم منطقه دنبال کردیم. ما در اوج تحریم طرح‌های صلح منطقی رو پیشنهاد کردیم، پیام به همه کشورهای منطقه فرستادیم. ترامپ هم نتونست با جنگ اقتصادی فرهنگ جغرافیایی یک منطقه رو نابود کنه. در رغم فشاری که به دولت‌های همسایه‌های ما وارد کرد، ولی بالاخره این تمدن مشترک ما، فرهنگ مشترک ما با برخی از این کشورها، دین مشترک ما باعث تداوم تمام تبادل‌هایی که چه از جهت مردمی و فرهنگی و اقتصادی بود، تو این جهت هم تو این دوران هم رخ داد. امروز هم ما اعلام می‌کنیم ما کماکان سیاست صلح و دوستی و منطقه عاری از جنگ و خشونت رو در دستور کارمان خواهیم داشت. امیدواری با کاهش مداخله دولت آمریکا، ما به پیمانهای جمعی اقتصادی و امنیتی برای بهبود وضعیت مردم منطقه و امنیت منطقه‌مون دست پیدا کنیم. ما هنوز هم معتقدیم امنیت منطقه با ترامپ، بی ترامپ، با کشورهای منطقه باید تأمین بشه. در شرایط جدید با رفتن جنگ افروز سیاسی و اقتصادی، به نظر ما فضای مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های اصولی ما فراهم شده. باز هم ما دست دوستی به طرف همه کشورهای منطقه دراز می‌کنیم و معتقدیم که تحت پیمان‌های منطقه‌ای و با کار در منطقه می‌تونیم اقدامی را انجام بدیم که به نفع دولت و ملت‌های منطقه خواهند بود. Oh,